حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن با ما هستند. از همین جمله به علی خامنه ای شروع بکنیم آقای قاضیان، که گفته سیاست های افزایش جمعیت رو میتوان با پرهیز از همه آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد. آیا مشکلات فرزندآوری در ایران امر موهومیه؟ فکر نمی کنم مشکلات فرزندآوری امر موهومی باشه. احتمالاً همین سیاست های جمعیتی فعلی امر موهومیه. موهومه به این دلیل که مسائل جمعیتی رو مسائل عددی فرض میکنه، نه مسائل انسانی و اجتماعی. یعنی فهم میکنن که ما مثلا 150 میلیون جمعیت درست میکنیم و بعد اینا رو مثلا توی وسعتی به نام ایران رها میکنیم، در حالی که خب برای این جمعیت باید برای آموزششون، برای بهداشتشون، برای شغل و کارشون فکری بشه. این که چنین فکری نشده تا الان. نمونه های قبلی رشد جمعیت گواه اینه که چگونه فشار انبوه جمعیت آمد به آموزش، بهداشت و در نهایت به وضعیت شغل و کار که امروزه شاهدش هستیم، و در آینده هم همین اتفاق خواهد افتاد، چون همونطور گفتم مسائل جمعیتی مسائل عددی نیستن، مسائل انسانی اجتماعی هستن. اجتماعی هستن به این معنی که برای این سیاست ها و اینکه هزینه هایی که به بار میاره در این حال که به هدفهاش نخواهد رسید چه فکری شده، برای اون افرادی که به نحو انسانی تحت تاثیر این سیاست ها قرار میگیرن چه فکری شده، مثلا زنان بارداری یا در حال باردار شدن و آماده شدن برای بارداری که از حقوق بهداشتی خودشون، برای آگاه شدن از روال ماجرا، از اینکه چه آینده‌ای در انتظار نوزادش محرومن یا محروم هستن یا محدود هستن از دسترسی به امکانات بهداشتی، برای اینکه بدونن با جنینشون چه کار خواهند کرد. همه این جنبه ها نشون میده که مسائل انسانی و اجتماعی در این ماجرا نادیده گرفته شده و اتفاقا نشون میده که اون سیاست جمعیتی موهومه، چون به مسائل انسانی و اجتماعی توجه نکرده، ضمن اینکه در عین بی‌توجهی و آسیبی که اتفاقا وارد میکنه به جامعه و به آدم ها و حقوقشون نتونسته و نمیتونه به هدفهاش برسه. اینو سیاست های جمعیتی مشوق جمعیت در اغلب نقاط جهان نشون داده. آقای قاضیان، علی خامنه ای برای اثبات نظرش از کاوش های صادقانه نام برده. این کاوش های صادقانه توسط کدام مرجع علمی انجام میشه که هیچ وقت از اونها نام برده نمیشه؟ ما بعضا از این کاوش ها باخبر هستیم، اما در مورد صادقانه بودنشون باید یه مقدار بحث و گفتگو کرد، به این معنی که شما از این کاوش ها پیش از اینکه رهبر بخواد و تقاضا کنه که 150 تا 200 میلیونی داشته باشیم خبری نبود، اما بعد از اینکه رهبر چنین خواستی رو مطرح کرد، یک بار انبوهی از به اصطلاح تحقیقات در این زمینه رشد کرد و نشون داد که بله، ما مشکل جمعیتی داریم، نیاز داریم به جمعیت جوان و جمعیتمون رو به کهنسالی و الی آخر. در حالی که پیش از این هم محققین برجسته جمعیت شناسی نشون داده بودند، مثل هر جمعیت دیگری در جهان، که بعد از یک دوره باروری بالا کم کم رو به افول خواهد رفت و کهنسال خواهد شد و این سرنوشت نسبتا محتوم همه جمعیت هاست در مرحله سوم انتقال جمعیتی که تئوری خیلی آشناییه. بنابراین وقتی بعد از صحبت ایشون این تحقیقات گل میکنه و شکوفا میشه، در صادقانه بودنش باید تردید کرد. یعنی نشون میده که خواست سیاست و رهبری چگونه تاثیر داشته در بروز این به اصطلاح تحقیقات. به علاوه کسانی که تحقیقاتی مغایر یا متفاوت با این داشتن تحت محدودیت های قرار گرفتن، از محکومیت خانم چاوشی یا بازداشت آقای عباسی مثلا نمونه هاییست که نشون میده که چگونه جمعیت شناسانی که به شکل دیگری فکر میکردن با محدودیت روبرو شدن. به علاوه چرا اگر این موضوعات صادقانه است، مثل هر چیز صادقانه دیگری در حوزه‌های علمی و در مجامع علمی مورد بحث و گفتگو و مخالفت و موافقت قرار نمیگیره؟ اینا همه نشون میده که اون نوع نگرش سیاسی و تحقیقات علمی هم غلبه کرده و نمیذاره اونا به نحو آزادانه و به این ترتیب صادقانه صورت بگیره. سپاسگزارم از توضیحات شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن.